السلام علیکم دوست عزیز، به چینل یوتیوب ما خوش آمدین. امیدوارستم جور صحت سر حال باشین و روزای رمضان به خوشی و صحتمندی سپری کنین. دوست عزیز، امروز میخوایم برتان جرمن رول خوشمزه برای افطار آماده کنم. امیدوارستم تا آخر ما را تعقیب کنین و از این جرمن رول ساده و خوشمزه برای افطارتان آماده کنین. در ابتدا عزیزای دل، به 300 گرام آرد ساده ضرورت داریم که داخل ظرف ریختیم و 100 گرام هم نشایسته جواری را یا نشایسته ذرت بالش اضافه میکنم و یک قاشق هم نمک بالش اضافه کردیم و حاله همه مواد خوب با هم مخلوط میسازیم. بعدن کم کم آب گرم بالایش اضافه میکنم و با هم زن دستی میزنم تا مایی بدز بیایی که نه زیاد رقیق باشه و نه هم زیاد غلیظ، یعنی غلظتان نسبت به مواد کیک کمتر باشه. کم کم آهسته آهسته آب اضافه میکنیم و مواد خوب میزنیم و داخل نشان میدم دوستای عزیز که غلظت آن به چی اندازه باشه. اگر غلظتش زیاد بود، نانایی که ما آماده میسازیم به خاطر جرمن رول بسیار دبل میآید و به خاطر باید نسبتا رقیق باشه. تا نانی که ما آماده میکنیم نازک و نرم به دست بیاید. به می اندازه کفایت میکنم، میریم طرف پختنش. تا برای رویاتش گذاشتیم، سطح تاوه را توسط روغن چرب می کنم به این شکل. تمام اطراف تاوه را با روغن آغشته می سازم. بعدن یک ملاقه یا یک گلاس از مای گرفته به این شکل روی تاوه می ریزم و می گذارم تا نان پخته شود. دوست عزیز، بسیار زیاد نمیگذاریم، به این شکل که از حالت سفیدی برآمد کمی زرد شد به می اندازه کفایت میکنه. از تابه جدا میسازیم و میگذاریم روی یک ظرف یا میز تا سرد شوه. به می شکل ادامه میتیم، مواد باقی را اضافه میکنیم و میگذاریم تا با آرامی پخته شوه. حرارت نه زیاد کم باشه و نه زیاد باشه، یعنی به اندازه متوسط باشه. ببینید دوستای عزیز، وقتی که تمام قسمتش کم زرد شد، حالت سفیدی را از دست داد، به ما اندازه کفایت میکنه. از تابه جدا میکنیم به خاطر که باز بیخ نان میسوزه و شکل قاقا به خود میگیره. به می اندازه کفایت میکنه، حال جدا میکنیم تا نان ما نرم باقی بانه. ادامه میتیم تا همه مواد خلاص شوه. آیست آیست پخته میکنیم نانای خدا. دوستای عزیز، اگر از ویدیوهای ما خوشتان آمد، حتما چینل سبسکرایب کنین، نظریاتتان با ما شریک بسازین. همکاری های شما با ما انرژی میبخشه تا داینده ما ویدیوهای خوبتر و بیشتری برتان آماده بسازیم. ایم نان آخری دوست عزیز، نانم پخته شد، کنار میگذاریم تا سرد شوه. میریم طرف آماده کردن مواد جرمن رول. داخل تابه روغن ریختم، 500 گرام گوشت چرخ شده را بالایش اضافه میکنیم و میگذاریم تا آب خود خشک کنه و سرخ شوه. ببینین دوستای عزیز،
گوشت چرخ شده آب خود خشک کرده، سرخ شده نسبتا، حال یک عدد زردک رنده شده را بالایش اضافه میکنم و مجددا هر دو مواد با هم مخلوط میسازم، میکس میکنم. در این قسمت مقداری از برگ کلم خرد شده را بالایش اضافه میکنم، بازم همه مواد مخلوط میکنم به شکل. و یک عدد کچالوی رنده شده را اضافه میسازیم و مجددا همه مواد خوب با هم مخلوط میکنیم. دوست عزیز، جرمن رول به خاطر افطاری بسیار یک غذای ساده آسان اما کاملا خوشمزه. اگر آماده بسازین مطمئن استم خوشتان میایه. مساله جات، نمک، نیم قاشق زردچوبه، نیم قاشق مرچ سرخ، نیم قاشق مرچ سبز خانگی، مقدار از مرچ سیاه و گشنیز به خاطر خوشبویی اضافه کردم و مواد خوب مخلوط می سازیم. به می شکل وقتی که مواد مخلوط شد دوستای عزیز، به مدت 3 الی 4 دقیقه می گذاریم تا دم شوه. ببینین دیگه مواد جرمن لول هم کاملا آماده شده، بسیار خوشبوی خوب ازش بالا میشه، تو خوشمزه. میریم طرف آماده کردنش. قبل از اینکه دیگه مواد آماده بسازیم دوستا، ما 2 عدد تخم مرغ با مقدار کمی از نمک به شکل مخلوط میسازم. نانم ببینین در این گوشه کاملا سرد شده و مقدار از آرد سخاری در یک قاب دیگه جداگانه گذاشتیم. ببینین دوست عزیز، نانم کاملا سرد شده. حال از مواد آماده شده 1-1.5 قاشق گرفته داخل یا روی نان میگذاریم به شکل. بعدن اطراف نان یا خمیر به شکل دار میتیم و از خمیر یا از مواد که نان آماده کرده بودیم امور مقدار کم شما نگاه کردم به خاطر که اطراف خمیر براحتی چسبانده بتانیم و می شکل ادامه میتیم. دوستای عزیز، مواد آماده شده را روی خمیر میگذاریم یا روی نان که قبلا آماده کرده بودیم، اطرافش به این شکل دور میتیم و نوکای خمیر را توسط مواد که خود خمیر آماده کرده بودیم چرب میکنیم تا براحتی نوکای خمیر با هم بچسبه و دنگام سرخ کردن باز نشه. به می شکل ادامه میتیم دوست عزیز تا همه مواد خلاص شوه یا نانای ما خلاص شوه و جرمن رول آماده شوه. بسیار براحتی، امیدوار استم تا این قسمت از ویدیو لذت برده باشین. اگر از این افطار آماده بسازین مطمئن هستم خوشتان میآید و لذت میبرین. بسیار ساده اما مقوی.
ګران دوستانو، په همدې شکل ادامه ورکوو. جرمن رول په خلاصېدو دی، یو یادانې پاتې دي. د هم تاسو ته خیم د آماده شوي مواد چې قبلا هم د کوفتې غوښې، ګذر و کلم او کچالونه مو آماده کړي وو، په دوړو په منځ کې تو په دې شکل تاوو. د هم آخري اوس آماده شوي جرمن لول، اول پاگی و وهو، بعدن سخاری اوړه ور باندې اضافه کوو په دې شکل. دوستای عزیز، جرمن رول های آماده شده را ابتدا داخل کاسه تخم میکنیم، بعدن روی آن را توسط آرد سخاری میپوشانیم به این شکل. تمام قسمت های خمیره توسط تخم آغشته میکنیم، بعدن روی آن را با آرد سخاری میپوشانیم. حالا میریم طرف سرخ کردنش. داخل دیگ روغن به اندازه کافی ریختیم، خوب داغ آمده. جرمن رول را دانه دانه داخل دیگ میریزیم یا مندازیم، میگذاریم تا یک طرف آن سرخ شوه، با طرف دیگه آن را دور میتیم به شکل. ببینید دوست عزیز، به می اندازه کفایت میکنه، کاملا رنگان طلایی شده و کاملا سرخ شده. از این زیادتر داخل روغن نمیگذاریم بخاطر که باز می سوزه. جرمن رولا را دانه دانه از روغن بیرون میکنیم، روی کاغذ میگذاریم تا روغن اضافه خوده از دست بده و جذب کاغذ شوه. عزیزای دل، ایم جرمن رولای خوشمزه ما، خوش شکل، خوش رنگ. امیدوارستم خوشتان آمده باشه و شما هم بخاطر افطار آماده کنین، لذت ببرین. و تشکر از اینکه تا ایدم با ما همراه بودین. با امید همکاری بیشتر تانستیم. تا ویدیوی بعدی، خداوند حافظ و ناصر همه تان.